خب برای جواب دادن به این سوال اول باید شواهدی که وجود دارن رو کنار هم دیگه قرار بدیم و بعد از اون ماهیت جن رو بررسی بکنیم و ببینیم که چطور ممکنه موجودی به شکل نامرئی توی جهانی که همه چیز اون قرار هست قابلیت رویت داشته باشه وجود داره. ببینید همه ما کم و بیش داستانهای زیادی از وجود جنها، رویت جنها و حضور اونها توی زندگی آدمها شنیدیم، مخصوصا در مورد مزاحمت‌هایی که برای آدمها ایجاد میکنن. این داستانها توی غرب و شرق جهان به اشکال مختلفی از گذشته تا امروز وجود داشتن. از قدیم هم که میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، به هر حال یه چیزی هست، اما این که دقیقا چی هست موضوعیه که میخواییم براتون توضیح بدیم. بذارید از کشورهای غربی مسیحی شروع کنم. کلمه شبح، ارواح سرگردان یا حتی آدم فضایی که حتما به گوشتون خورده، شک ندارم تا به حال حداقل چند تای فیلم و سریال هم راجبش دیدیم. اگر دقت کنید طوری که این موجودات رو معرفی میکنن مشخص میشه که این موجودات نامرئی هستند. توی محیط کثیف و تاریک زندگی میکنن، توی یک لحظه ظاهر میشن و یک لحظه ناپدید میشن. ظاهرشون یا چطوری بگم ظاهر شدنشون مثل دود هست، قابل لمس نیستن و چهره ترسناکی هم دارن. ذهن آدم ها رو میتونن بخونن و روی اون تأثیر بذارن و خیلی وقتا هم قصد صدمه زدن به آدم ها رو دارن. و البته کسانی که اونا رو دیدن خیلی وقتا توی حالت خواب و بیداری بودن و حتی بعد از بیدار شدن هم هنوز میتونستن اثرات حضور اونها رو احساس بکنن. این مواردی که گفتم نکته هایی هستن که توی تمام این گزارش ها مشترک بوده. حالا یه سوال دارم، دوست دارم به این سوال فکر بکنید. به نظر شما چند تا از این گزارش ها ممکنه که دروغ و کذب بوده باشه یا فرض کنید ناشی از توهمات ذهنی گزارش کننده های خودش بوده باشه؟ تعداد گزارش ها خیلی زیادن. من به جرئت میتونم بگم که حتما یک موجودی وجود داره که باعث این همه گزارش شده. اصلا بذارید برگردیم به تاریخ، چه میدونم 5000 سال قبل، 7000 سال قبل، تمدن مصر، تمدن مایاها در آمریکای جنوبی، تمدن‌های آفریقایی یا حتی هندوستان و و و و این همه خدایان و بت‌های مختلف وجود داشتن. آیا واقعاً این مردم تا این حد احمق بودن که با سنگ و چوب یک مجسمه بسازن و اون رو پرستش کنن؟ از همه مهمتر برای این خدایان قربانی می‌دادن. این مسئله قربانی دادن خیلی مهمه که حالا بیشتر توی طول برنامه براتون توضیح میدم. حالا اگر از همین آدم ها بپرسید که چطور سنگ و چوب میپرستید، اولین جوابی که میدن، اینو میگم چون من با این آدم ها صحبت کردم، اولین جوابی که به شما میدن اینه که ما سنگ و چوب نمیپرستیم، بلکه روحی که در اون دمیده شده رو میپرستیم. خوب دقت کنید، روحی که در اون دمیده شده رو میپرستن. اما این روح چیه؟ این چه روحی هست که کارایی از دستش برمیاد که چون خارق العاده هست درست مثل معجزه باعث میشه این مردم اسم خدا رو روی اون بذارن و پرستشش کنن؟ ببینید وقتی همه اینها رو کنار هم میگذارید باعث میشه که یک کمی عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنید و خیلی ساده نگیم که چون علم نمیتونه اینها را ثابت کنه پس حتما مزخرفه. من عرض کردم چون این موارد وجود داره پس بیاید بیشتر و دقیقتر بررسی کنیم. جن موجودی هست که توی باورهای عامیانه حضور داره و باورمندان به اون اعتقاد دارن که جسمی از آتش یا بهتر بگم از بخار تولید شده از آتش یا انرژی تولید شده از آتش به وجود اومده. دلیل این موجودات دقیقاً مثل انسان عقل و هوش دارن، اما برخلاف انسان با چشم نمیشه اونها رو دید. باید بگم از نظر علمی هیچ شواهد علمی قاطعی برای اثبات وجود جن وجود نداره.
توی برخی از مطالعات علمی اشاره شده که جن از پلاسما تشکیل شده، اما این ادعاها هنوز به تایید علمی نرسیدن و نیاز به تحقیقات بیشتر داره، چون علم روی مشاهدات، آزمایش‌ها و اثبات‌های تکرار پذیر تمرکز می‌کنه و تا امروز هم هیچ شواهد مستدلی برای وجود جن از دیدگاه علمی ارائه نشده. به عنوان مثال، ادعاهایی که مبنی بر دیدن جن بوده بیشتر به عنوان تجربیات ذهنی تلقی میشن و اثبات علمی ندارن. و البته کسانی هم هستن که باورمند بودن مردم به وجود جن با منافع اونها منافات داره. ببینید، تنها راه اثبات وجود جن برای یک فرد فقط و فقط و فقط تجربه ارتباط با این موجوده، البته در حال حاضر. اما من شک ندارم که دیر یا زود بالاخره با توجه به پیشرفت‌های علم و تکنولوژی راه‌هایی برای ارتباط با این موجودات پیدا میشه. اینا رو تصور بکنید، این چیزی که بهتون میگن. شما میرید توی یه جلسه کاری، فکر کنید از قبل دقیقاً میدونید تو ذهن طرف مقابل چی میگذره. چقدر راحت میتونی دست بالا رو داشته باشی توی مذاکره؟ تصورشو بکن. مثلا سر موضوع قیمت معمولاً آدم‌ها راجع به حد اکثر منافع مذاکره میکنن تا در نهایت بتونن حداقل‌ها رو حداقل به دست بیارن یا حداقل‌ها رو از دست ندن و حتی اگر بشه بیشتر هم به دست بیارن. مثلا فرض کنید که قیمت کالای شما 100 دلار هست، اما مشتری شما سر قیمت 50 دلار چونه میزنه. اگر بدونید که در واقع با قیمت 90 دلار هم راضی هست، پس میتونید از همون اول بگید 90 دلار و تمام، دیگه پیشنهاد کمتر قبول نمی کنم. اما اگر ندونید که معمولا هم نمیدونید، ممکنه برای اینکه مشتری رو از دست ندید حتی با قیمت 60 دلار هم باهاش توافق بکنید که قطعا سود شما رو خیلی پایین میاره. ببینید، اولا جنها به شکلی که ما با هم صحبت میکنیم نیستن، اونا به شکل تلپاتی صحبت میکنن. مثلا برای حرف زدن با یک جن نیازی نیست از دهان و زبان خودتون استفاده بکنید، میتونید توی ذهن با اونها صحبت بکنید، درست مثل وقتی که توی ذهنتون با خودتون صحبت میکنید. ببین، همه ما توی ذهنمون قبل از هر تصمیمی با خودمون صحبت میکنیم و موارد مختلف رو بررسی و ارزیابی میکنیم، اما این افکاری که میاد توی ذهنمون قطعا و حتما از منشأ داخلی ذهن ماست که با توجه به اطلاعاتی که داریم و تجربیاتی که از گذشته داشتیم و حتی توصیه هایی که از طرف دیگران به ما شده تصمیم میگیریم. حالا بیاید یه جور دیگه به این موضوع نگاه کنیم. اگر امکان این باشه که توی لحظه‌ای که شما دارید به موضوعی فکر میکنید و قصد دارید که راجبش تصمیم بگیرید، بدون اینکه حتی متوجه بشید، چند تا فکر یا به عبارت دیگه چند تا پترن که منشأ داخلی در ذهن شما ندارن وارد افکار شما بشن و تکرار و تکرار و تکرار بشن، من به شما قول میدم که حتما در تصمیم گیری شما تاثیر میذارد. اما این تصمیم تصمیمی نیست که شما خواسته باشید، تصمیمی هست که ایجاد کننده یه فکر توی ذهن شما قرار داده و شما ناخودآگاه از اون افکار استفاده میکنید و تصمیم نهایی رو میگیرید. جنها دقیقا به همین شکل کار میکنن. بذارید برگردیم به همون مثال جلسه تجاری. فرض کنید شما میخواید حتما با قیمت 100 دلار محصول خودتون رو بفروشید. اگر بتونید این فکر رو توی ذهن مشتری بکارید که قیمت 100 دلار خیلی قیمت خوبیه، اگر نخری شانس رو از دست دادی، قیمت بازار به زودی میره بالا، این محصول رو بخر و کمی توی انبار نگه دار و با قیمت خیلی بالاتر بفروش، سود زیادی در انتظارته و و و افکاری مثل این. این افکار در کنار افکار خود مشتری توی ذهنش تکرار و تکرار میشه و چون نمیتونه تشخیص بده که فکر مال خودش هست یا نه، احتمالاً در تصمیم اون تأثیر خیلی زیادی میذاره. اینکه فقط یک مثال ساده تجاری بود، برید ببینید توی دنیای سیاست چه فجایعی در حال اتفاق افتادن هست. از دوران باستان که پادشاه‌ها چندین پیشگو کنار خودشون داشتن تا همین امروز، از دوستان شنوندگان عزیز هم خواهش میکنم که این موضوع رو جدی بگیرید.
اطلاعاتی که توی این برنامه قرار هست گفته بشه به شدت در زندگی و آینده همه ما تأثیر میذاره. دنیا داره از کنترل خارج میشه. من حتما توی قسمت‌های بعدی موضوعات رو مطرح میکنم که متوجه میشید چقدر وضعیت پیچیده شده و همه ما نیاز داریم که از ذهن خودمون در برابر ورودی‌های ناخواسته محافظت و حتی دفاع کنیم.